بخش پایانی برنامه ما معمولا در برنامه آفساید که با فیلم هایی که به دستمون میرسه یا پیدا میکنیم که فکر میکنیم درس زندگی هم هستش سعی کردیم که بخش های مختلفی و متفاوتی در برنامه آفساید داشته باشیم. آقای فرید باقری که دیروز نامه ایشون رو خوندیم به ایران رفته بود، گزارش تهیه کرده بود از یک هنرمند که واقعا باید درس زندگی از این هنرمند گرفت، آقای جهانبخش صادقی که 16 ساله بودند در استان کرمان یا نزدیک استان کرمان که متاسفانه وقتی که برای چراغونی تولد امام حسین گویا در پیاده رو بودن ماشینی کنترل خودش رو از دست میده و به پیاده رو میره، با ایشون برخورد پیدا میکنه و 85% بدن ایشون پارالایز میشه و فقط 10 تا 15% اعضای بدن ایشون داره الان کار میکنه که کارهایی که امروز دارن انجام میدن و این ارادی که ایشون دارن واقعا باید نمیدونم هر چی بگم کم گفتم. اجازه بدین این بخش کوتاه رو با هم دیگه ببینیم، شاید فکر میکنم راحت تر باشه این بخش رو ببینیم، برگردیم صحبت ها رو ادامه بدیم. جهانبخش صادقی هستم، متولد 1335، از روستایی در 30 کیلومتری بافت کرمان به نام روستاق گوغر. در شب تولد آقای امام حسین 29/6/51 در حین چراغونی کردم به تولد امام حسین در منطقه از کرمان خیابون ناصریه شاگرد نوا بودم، ماشین من تو پیاده رو خود به من و یه نفر از دوستان که من از ناحیه هفتمین مورد گردن دچار شکستگی شدم و 85% تا 90% بگم از کار افتاده است و تا بین 10 تا 15% توانایی تقریبا به این شکل نزدیک به 34 سال و 5 ماه دارم زندگی می کنم و در مکانی که الان تشریف دارید مکان محل کار و زندگی و رفت آمد شاگرد و نقاشی و خرید و داد و ستد و سفارش دارم. به هر حال در این مکان من 25 سال مشغول کار هنری و نقاشی می باشم. با تشویق و توصیه دوستان بعد از اینکه معلول شدم در مرکز زندگی می کردیم مخصوص معلولین بودیم، اونجا به ما توصیه کردن که به هر حال من معلولم قتل خواهم و باید با این زندگی جدید کنار بیام و ادامه بدم و من سعی کردم با توکل به خدا و تشویق اونایی که با من آشنا بودن و الگو قرار دادن زندگی افرادی که معلول هستند حالا در دنیا، سعی کردم من از زندگی اونها رو الگو قرار بدم و بتونم با مشکلاتم کنار بیام و معلولیت رو به عنوان یک اصل بپذیرم و ادامه زندگی مشغول بشم. کار و تلاش من قطعه ناچیزی است از دریای وجود صدها معلولی که در تمام دنیا هستن، شاید بالای 600 تا 640 میلیون معلول در دنیا است، حالا بعضی اونها هم کار هنری یا کار فنی یا حرفه‌های دیگه مشغولن و تلاش من هم قطعه ناچیزی است از وجود همه اونهایی که به نوعی معلولن، قطع نخوان، دست ندارن، پا ندارن یا نقص عضو دارن و من هم به هر حال بخشی یا جز یا ذره‌ای از وجود همه اونها هست. من معتقدم روزی تعیین شده است و ما همه موظف و مکلفیم که ادای وظیفه کنیم و تلاش کنیم و کار کنیم. به هر حال مطمئنم خیر و برکت اون با لطف خدا همراه خواهد بود. من از این بابت هر چه خواستم شده، برادر خوب دارم، خانواده خوب داره،
خواهرای خوب دارم که پرستار من هستن، مراقب من هستن، به مرتب مثل گل منو تره خوش میکنن، مراقبم هستن، کارهای پزشکی، کارهای روزمره. بنابراین من چرا ناراحت باشم موقعی که این همه لطف هست؟ شاید باورتون نشه، من بعد یه روزی تو تهران که اومدم تهران به اندازه یک نفر آشنا نداشتم، ولی الان بیشتر از استان کرمان و نزدیک به استان اصفهان من دوست تحصیل کرده و مهندس و دانشگاهی و پزشک و از همه اینا لطف خداست. ایشالله که ما که وجودمون سراسر از امید و امیدواریه، انشالله شما هم این فیلم رو به عنوان سمبل پایداری، مهر و دوستی و محبت مردم ایران اونجا ارائه بدین و بلکه انشالله بتونه منشأ اثر باشه به دید همه مردم اونجا نسبت به معلولین و جانبازان. امیدوارم که در هر کجای دنیا هستید موفق باشید و فرق نمی کنه همه فضا و همه محیط و همه مکانها خداست و همه جمع آسمون و زمینش متعلق به خود. بله، من اشاره کردم درس زندگی، آقای خدابخشیان گفتن مسابقه زندگی. به هر حال بارها فکر میکنم در برنامه آفساید عنوان کردیم که بزرگترین سرمایه انسان در زندگی سلامتی هستش که با میلیون ها دلار نمیتونی اونو بخری اگه خدای نکرده برات مشکل پیش بیادش. اشاره کردن آقای صادقی که 600 میلیون معلول در دنیا هستش. من به دوستان میگفتم آمار آخر گفت نزدیک 1 میلیون فقیر و گشنه در دنیا هستش. امیدوارم قدر زندگی رو بدونید، قدر کسانی که در کنارتون هستن تا وقتی که در کنار ما هستن. این فرهنگ مرده پرست هم بذاریم کنار و قدردانی کنیم از پدر مادرها، پیشکسوتها، هنری، ورزشی، فرقی نمیکنه، کسایی که زحمت کشیدن برای ورزش، هنر کشور و پدر مادر هم که همیشه جای خودشون رو دارن، باید حرف اول رو در کتاب زندگی ما بزنن. من فکر میکنم که واقعا سلامتی بالاترین نعمت هاست و همین که انسان بدونه که چه نعمتی رو داره باید در حفظش همیشه کوشا باشه. این آقای جانبخش رو که دیدیم، خداوند درسته بعضی از اعضای بدن رو بعضی از حس‌ها رو گرفته بود، ولی یک حسی رو درشون قوی کرده بود و همون حس که شاید 10-15% سلامتی بدنشون رو داشتن باعث شده بود که زندگیشون تغییر کنه و کارهایی رو بکنن که بعضیا الان میگفتن با 120% بدنشون هم نمیتونن بکنن. ایشون واقعا هنرشون و اون نقاشیایی که میکشیدن مثل عکس بود. چطور میشه یک معلول با دستی که لرزانه اینقدر قشنگ و اینقدر زیبا نقاشی ها رو بکشه؟ واقعا احسن باید گفت و واقعا باید به خانواده ایشون هم تبریک گفت و به خودشون. من همیشه گفتم زندگی مسابقه است، یک شماره معکوس از ثانیه‌ای که متولد میشید تا ثانیه‌ای که میروید یک مسابقه است. چگونه زندگی میکنید؟ چه قصه هایی رو میسازید؟ مسلماً همه این قصه ها زیبا نخواهند بود، تلخ، شیرین، ولی رد پاتون آیا میمونه؟ آیا اگر رفتید اثر انگشتی از خودتون باقی گذاشتید؟ زیبایی این مسابقه این است که خودتون قهرمان و ضد قهرمانین، خودتون رقیب خودتون هستید. بنابراین برای همینم من همیشه به بچه های نیو جنریشن و آیندگانی ها، به جوان سال ها گفتم همان گونه ای که میخواهید زندگی کنید، همان رویاها و آرزوهایی که دارید بهش بیاندیشید و اگر باختید خودتان باختید، دیگران را مقصر ندونید. چون گفتم در زندگی یک مسابقه است و خودتون درش شرکت میکنید و زیباترین نکته‌ای که در این داستان وجود داشت این است: تقدیر گاهی به ظاهر بسیار زشت و بسیار بی‌رحمه، اما دیدید مهران نازنینم چون من همیشه احساس کردم یک کلامی داره، کلامی با ایمان، یک نوع دیگر زندگی رو تعبیر می‌کنه که من تعبیر می‌کنم، اما معتقده همونم که از شما می‌گیره چیز دیگری به شما میده و دقیقاً هم همین هست. تشکر میکنیم از آقای فرید باقری برای این گزارش و تبریک هم میگیم و دستتون درد نکنه آقای صادقی با این هنر خوبی که دارید و زحماتی که برای هنر کشور میکشید. اجازه بدید این بخش برنامه رو ببندیم. در خاتمه برنامه زندگی یاد داد به همه. بله، اراده خیلی مهمه.
چون خیلی هم در همین موقعیت قرار میگیرن و ناامید میشن از زندگی، اراده ایشون و حالا این استعداد و هنری که در ایشون مطمئن بوده باعث شده که امروز بتونن این کارهای جالب رو انجام بدن.